خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. امروز همیهنان گرامی، آیت الله حسین وحید خراسانی، یکی از آیت العظماهای جمهوری اسلامی که در ضمن دختر ایشون همسر آقای رئیس قوه قضاییه است، آقای لاریجانی، صادق لاریجانی، به عنوان اعتراض به وزارت ارشاد بیانیه صادر کرده. بله، این تصویر مبارک ایشون. بله، این آیان آیت الله ها که حدود 30-40 متر هر کدومشون پارچه دور سرشون بستن، زمانی دست به اعتراض میزنن که مثلا در یکی از کتاب ها یا روزنامه ها و یا اظهارات مقامات، فرض کنید یک کشوری از کشورهای مسلمان، یه مسئله رو مطرح میکنن که آقایون نمیپسندن و فوری دست به صدور بیانیه میزنن، اعتراض میکنن، فریاد میزنن که اسلام به خطر افتاده و مسلمانان شیعه جهان رو دعوت به اعتراض میکنه. همین چندی قبل بود که یه آیت الله به اسم آیت الله لنکرانی در قم حکم قتل یک نویسنده و روزنامه نگار آذربایجان، جمهوری آذربایجان، صادر کرد و یه چاقوکش از همین حزب اللهیا در آذربایجان حمله کرد به این آدم، شدیداً با چاقو زخمیش کرد و بعد از یک مدتی این نویسنده و روزنامه‌نگار شجاع فوت کرد. اینا حدود وظایفشون رو و امکاناتشون رو حالا بس دادن به همه کشورها و اون چیزی که الان باعث شده در عربستان، در کشورهای عربی اون طرف خلیج فارس هر اتفاقی میفته یقه جمهوری اسلامی رو میگیرن و میگن این حکومت شترگاف پلنگ و ملوک و طوائفیه که دخالت میکنه در کار کشورهای دیگه. دلیلش اینه که مرتب این ملاها، این روزخانها، این آیت العظماها، به اصطلاح خودشون عظما که چه از کن، عظما از نظر عمامه و کله شونه، ولی مخینا نه. ولی من نمیدونم این آیت العظماها به قول خودشون و این روزخانهای گنده چرا زمانی که در زندانهای ما به بچه های ما تجاوز میشه مورد شکنجه قرار میگیرن، خانواده های اینا بدون سرپرست، بدون اینی که پولی داشته باشن برای زندگیشون، و اگرم کسی بخواد به اینا کمک بکنه یقشو میگیرن و بعد زندانیش میکنن، چرا اون موقع این احساسات اسلامی اینا به جوش نمیان؟ چرا این آیت الگنده ها، عظما رو من میگم گنده دیگه برای که گندن از نظر عمامه، چرا این آیت الگنده ها اون زمان یادشون نمیفته که اینایی که این مورد این تجاوز و ظلم قرار گرفتن همه مسلمانن دیگه، اونجا اسلام به خطر نمیفته؟ حالا این مشکل این آقای وحید خراسانی خدمت رو میگم چیه. آیت الله حسین وحید خراسانی از توزیع کتابهایی که به گفته ایشان زندگی حضرت فاطمه دختر پیامبر اسلام را به روایت مسلمانان سنی مذهب بیان میکند، به شدت انتقاد کرده و گفته این مملکت وزارت ارشاد ندارد، بلکه وزارت ازلال دارد.
زاله. بله، آیت الله حسین نوری همدانی نیز گفته طبق خبرهای واصله به ما در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نه این آیت الله نیست، یکی دیگه است، اون یکی حسین نوری همدانی، در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کتابهایی علیه ولایت و حضرت زهرا توضیح شده است. کتابهایی در این نمایشگاه وجود دارد که شهادت حضرت زهرا را افسانه معرفی کرده. حالا حضرت زهرا همسر حضرت علیه، همین در اوائل انقلاب هم می نوشتن وفات حضرت زهرا. بله ایشون، این ایشون، بله این آیت الله نوری همدانی می نوشتن وفات حضرت فاطمه زهرا. ناگهان وفات حضرت فاطمه زهرا به روایت چند نفر از این آخوندهای گنده تبدیل شد به شهادت حضرت فاطمه زهرا و از اون زمان شروع شد یک نوع مخالفت با سنی ها، چون بسیاری از رهبران سنی اعتقاد دارن که حضرت فاطمه خیلی طبیعی فوت کرده و شهادتی در کار نبوده، در حالی که این آخوندهای گنده شیعه معتقدن که حضرت فاطمه زهرا دختر همسر حضرت علی و دختر پیامبر اسلام از بس که به همسرش ظلم شده ایشون مورد ناراحتی قرار گرفته و به این دلیل ایشون شهید شده. حالا گفتم خدمتتون این همه دخترای ما در زندان ها مورد شکنجه قرار میگیرن، بچه 11 ساله خانوم نسرین ستوده میره دیدنش، به این بچه که آرزوش اینه بعد از 40 روز بره مادرشو ببینه بهش میگن چون تو حجاب درست نیست مادر تو امروز نمیبینی. این آقایون در خواب خرگوشی، در خواب قیقوله، با قول دوستمون اون شربت کوکنار رو زدن و خواب بعد از ظهر. اسلام به خطر میفته اینجور جا. یه آخوند زن دوستش رو میبره تو خونه جلوی دوربین بهش تجاوز میکنه، اسلام سر جاش محکم ایستاده. آخونده پسره رو میبره، یه بچه 10 ساله رو بهش تجاوز میکنه، فیلمش میاد روی یوتیوب، اسلام تکون نمیخوره. ولی به محض اینکه یکی از این دخترای ما، یکی از این زنهای ایرانی تو خیابون یک ذره موش میره کنار، این اراذل و اوباش میریزن کتکش میزنن، نمیدونم خرخر میکشنش میبرن تو ون نیروی انتظامی و بعد میبرن و کتک و اینا، که تو چرا اسلام به خطر انداختی؟ سردار زارعی 20 تا رو لخ میکنه نماز میخونه، اسلام حرکت نمیکنه، تکون نمیخوره. سفیر این آقایون، بله این نمونه هایی هست که تو خیابون ببینید با دخترها چی کار میکنه نیروی انتظامی، که یک ذره موت تو رفته بیرون ببینی کشیدنش زدنش زمین در برابر مردم. سفیر جمهوری اسلامی در برزیل رفته تو استخر مختلف انگولک کرده بچه ها رو، نه که وشکون بگیره، گفتم یه دفعه دست زده با آلت های تناسلی بچه ها. بعد اینا میگن توته هست، این تفاوت فرهنگیه. اینا که اسلام به خطر میدازه. اما تو یک کتاب نوشته حضرت فاطمه زهرا وفات پیدا کرد، اسلام به خطر میفته. ببینی چه خبر میشه. وزارت ارشاد نیست، وزارت زاله است، نمیدونم این وزیر ارشاد، ببینی چی نوشته. نوشته آقای آیت الله وحید خراسانی که در سالهای اخیر در چند مورد دیگر هم از عملکرد حکومت انتقاد کرده بود، با اشاره به توقیف کتاب‌های مذهبی حجاج شیعه ایرانی توسط مأموران وهابی عربستان سعودی گفت آن وقت
در این بازار کتاب، نمایشگاه کتاب، با این وزارت اضلال، وهابیا آزادانه کتاب زندگی زهرا به طریق اهل سنت را به شیعیان میفروشند. این ذلت است یا نه؟ عزت وهابیت است یا نه؟ تو که نوکر وهابی هستی، که آن وهابی نوکر انگلیس است، تو که عامل او هستی، چطور دم از ارشاد میزنی؟ بله، اینجا اسلام به خطر میفته. اونجا اسلام خوابه. میدونی یعنی چی فاطمه زهرا وفات پیدا کرده در حالی که شهید شده؟ این ارکان نظام و ارکان اسلام و ولایت و همه رو میرسه به هم. همه مشکل این چورتیا، این آیت الگنده ها، همین هاست، همین مزخرفاته. مملکت رو داره آب میبره، اینا رو خواب برده. امروز یکی از نشریاتشون نوشته که دولت که در خواب خرگوشیه، اما در نمایشگاه کویت آقایون میان نام خلیج فارس از ایران، نمایش فرهنگ ایرانی رو بدن. همین پریروز خودشون نمی نویسن خلیج فارس رو، اینو باستاب نوشته. حالا امروز همینانی که بعد از اون کش و قوس‌های شدید که بین احمدی نژاد و سردار علی اصطلاح این رئیس طویله مجلس پیش آمد، اینا گفتن که ما محاله که دیگه این بودجه‌ای که دولت بیل فرستاد به مجلس اون رو تصویب کنیم. لاریجانی یه نامه نوشت به مقام معظم روزخان بزرگ و مصاحبه کرد که اصلا این کارا که احمدی نژاد میکنه مطابق قانون نیست و فلان فلان شروع کردن و مجلس در برابر این زیاد خواهی ها و ضد قانون بازی های احمدی نژاد ایستادگی میکنه. امروز کمپلت بودجه رو تصویب کردن و به دولت چراغ سبز دادن برای پیاده کردن فاز دوم این به اصطلاح چی اسمش؟ یارانه ها. آقای توکلی پشت میکروفون به اصطلاح این مجلس طویله مجلس داشته سخنرانی میکرده که آقا این چه وضعیه؟ این دولت همه کارا که کرده خلافه و اینان. حالا براتون میگم که چی گفته. شما چطوری میخواین اینو تصویب بکنید؟ بله ایشون گفته. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 91 اظهار داشت در تهیه، گوش کنید همینان گرامی چی میگه، در تهیه تنظیم لایحه بودجه، اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعایت نشده و نتیجه آن بی انضباطی مالی است. و گفت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیست برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس رعایت نشده و مجلس فرصت کافی برای رسیدگی به این لایحه نداشته و این هم موجب بی انضباطی مالی می شود. توکلی گفت قانون آیین‌نامه داخلی و دسترسی آزاد به اطلاعات نقض شده و اطلاعات کافی به مجلس و کمیسیون ها داده نشده و نتیجه آن این است که کار کارشناسی دقیق روی این لایحه انجام نشده. به گفته آقای توکلی لایحه بودجه پیش از سالهای گذشته در هم و بر هم بوده و منابع زیادی از سرمایه‌های موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظیمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد. البته در کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفته اما نتیجه قابل قبول نداشته. ایشون گفته. آقای رئیس مجلس همین سردار لاریجانی رئیس اون طبیله آغل دیگه، اینا که رفتن گوسفندن توش دیگه، بعبع میکنن فقط. گفته تموم شد، لایحه تصویب شد، لایحه تصویب شد. نتیجه این شده که چراغ سبز دادن برای پیاده کردن فاز دوم یارانه ها به این مردک دلقک احمدی نژاد. حالا روزنامه های ایران نوشتن امکان داره برق و گازوئیل
و بنزین تا 70% اضافه بشه. 70%. اما جالب، روزنامه کیهان شروع کرده یک سناریوی جدیدی رو نوشتن و تو این سناریو شروع کرده این دم و دستی های احمدی نژاد مثل رحیم مشایی و اینا که دوربر احمدی نژاد بهشون میگن که سران انحرافی، اینا رو گرفته دم تیغ و یه مقاله نوشته که قصد اون قبلی ها اصلاحاتچی ها که فتنه گران بودن این بود که در 2 سال پیش سعی کنن مقام معظم رهبری رو زیر سوال بذارن و کارها رو به گردن ایشون بندازن. اینو کیهان نوشته. حالا اون جریان که مورد مخالفت و خشم مردم قرار گرفت، اینو حسین شریعت مداری نوشته. اما حالا عوامل نیروهای انحرافی سعی کردن که همه این کمبودها رو و همه مشکلات مملکت رو بندازن گردن مقام معظم رهبری و خودشون رو تبرئه کنن. و من تصورم اینه که این با این کارش، این حسین شریعت مداری شکنجهگر، برنامه دارن میریزن، چون این چند روز هم داره به وضوح دیده میشه که یه دام بذارن و این دوروری های احمدی نژاد رو درا کنن و عده زیادی از اینا رو بگیرن. اما این آقای حسین شکنجهگر یکی نیست ازش بپرسه. مردک احمدی نژاد که چرخ پنجم درشکه نیست، که کاره نیست، همطور که خاتمی نبود، همینطور که رفسنجانی هم نبود. الان 20 خورده ای ساله که مقام معظم روضه‌خانه بزرگ همه کار است. مگه شما نمیگید همه صحبت های مقام معظم رهبری این باید مورد نظر همه باشه؟ تو قوه قضایی رئیسش میگه دیگه، میگه صحبت آخر با مقام معظم رهبری، قانون یعنی ایشون. اون رئیس طبیله مجلس هم میگه اینجا خانه مقام معظم رهبریه، اینجا خانه خمینیه، خانه خامنه‌ایه. گفت راست هم میگه، خانه ملت که نیست که، ولی که اینا اونا رو بردن اون تو. نمیگه که خب وقتی که همه کارهای مملکت در دست یه روزخانه، خب مسئولم اونه دیگه. میگه نه، اینا میخوان یه کاری بکنن که مقام معظم رهبری رو مورد سوال قرار بدن. بله، اما عمیانانی گرامی، روزنامه شرق نوشته که این طرح بزرگی که قرار آب رو، آب دریای مازندران رو بیارن ببرن سمنان و 7 استان رو آباد کنن و آب دریای عمان هم بیارن از اون قسمت و این دوتا به هم تلاقی بکنه، بودجه نداشتن براش. دیدن چیکار کنن، بودجه ندارن. آقای احمدی نژاد از کیسه خلیفه بخشیده آمده، بهش گفتن آقا بودجه ندارین، شما که کمبود دارین، اصلا دولت پول نداره. گفته خیلی راحت، درآمد پتروشیمی رو بردارین. روزنامه شرق یه مصاحبه کننده داره، این مصاحبه کرده با معاون وزارت نیرو آقای محمد عطارزاده. آقای محمد عطارزاده در مقابل این پرسش روزنامه شرق که آیا نباید این واحد پتروشیمی از طریق سازمان خصوصی سازی فروخته میشد تا پولش به خزانه ریخته شود و در توسعه صنعت نفت که به شدت به پول نیاز دارد استفاده شود، گفته است اولا به من و شما ارتباط نداره، فضولی شما به شما نیامده. اینو به خبرنگار میگه. دولت اینطور تصمیم گرفته، ما با آقای احمدی نژاد صحبت کردیم، گفتیم که برای این طرح منابع مالی نداریم. آقای احمدی نژاد گفتن که از سهام پتروشیمی استفاده میکنیم، میفروشیم، میدیم به این. این دیگه مناقصه نمیخواد. کیف کردی؟ کیف کردی نمیانانی گرامی؟ اما یه خبر دیگه، روزنامه تهران امروز در گزارشی درباره سبقت، گوش کنید همینان گرامی، خواهش میکنم گوش کنید،
خیلی دردناکه، ولی گوش کنید. روزنامه تهران امروز گزارشی درباره سبقت عرضه بر تقاضا در بازار فروش کلیه منتشر کرده و نوشته است که این روزها در ایران به ازای هر خریدار کلیه 4 فروشنده وجود دارد. اینا که کلیه هاشون خرابه میخوان کلیه بخرن، یه نفر که میخواد کلیه بخره 4 نفر کلیه حاضرن بفروشن. بقیه رو گوش کنید. مصطفی قاسمی رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی به این روزنامه گفته به طور میانگین به ازای هر بیمار کلیوی که در انتظار پیوند است، صرف نظر از گروه خونی، حداقل 4 متقاضی فروش وجود دارد و این امر سبب شده بعضی از فروشنده ها در گروه های خونی کم طرفدار نظیر به اضافه نمیدونم او به فروش کلیه خود با هر قیمتی حتی کمتر از 6 میلیون تومان اقدام کنه. نصف از بدنشو میده، یه تکه از بدنشو میده، چون پول ندارن مردم، چون پول ندارن همیانان گرامی. بعد حالا براتون بگم که این پولا کجا میره. سایت امنیتی بولتن نیوز از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس هشتم، همین مجلس فعلی، در اعطای 200 میلیارد تومان تسهیلات به 290 نماینده مجلس نهم، یعنی مجلسی که قراره بیاد، خبر داده است. این سایت محافظه‌کار روز چهارشنبه امروز به نقل از یک عضو این کمیسیون نوشته با این مصوبه به هر یک از نمایندگان مجلس نهم، گوش کنید عمیانانی، حدود 700 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود. این سر جاشه. این عضو کمیسیون تلفیقی گفته 150 میلیارد تومان از این اعتبار برای هزینه دفاتر این آقایون نماینده ها، 43 میلیارد تومان برای هزینه اسکان که از شهرستان ها بیان خونه بگیرن و خونه بخرن و اینا، و 7 میلیارد تومان نیز برای عیاب و زها، اونی هم میخوان سوار ماشین بشن بنزین بزنن، اینا خرج دارن دیگه. به نوشته بولتن نیوز این مصوبه جنجالی در حالی تصویب شده که وام‌های بلاعوض 100 میلیونی که در ابتدای مجلس هشتم به نمایندگان پرداخت شده بود با اعتراض‌های فراوانی از سوی مردم روبرو شد. موقع که این مجلس طبیله فعلی، میدونید که این مجلس نهم که قرار تشکیل بشه به قول خود این آقایون یکی از اصولی گراترین مجلس ها، یعنی نوکرترین مجلس ها، و اونایی که قراره بیان توش یا رئیس زندان بودن یا عضو سپاه پاسداران یا جزو سپاه قدس هن، هرچی قاتل و جانیه علک کردن ریختن اونجا قراره بیان با 200 میلیارد تومان بودجه از حالا. اما اون بدبخت ها باید برن کلیهاشون بفروشن، در برابر هر یک کلیه که کسی میخره 4 نفر کلیه میفروشن. بذارین چیزهای دیگه خدمتون بگم. یه ایمیل گرفتم دیشب، برای من یه نفر نوشته آقای فرجی برای تمدید گواهینامه رانندگی به پلیس 10 مراجعه کردم بابت اینکه چند روزی از اعتبارش گذشته بود مبلغی جریمه دادم که باید به چند حساب پرداخت میشد که پرداخت کرد. تا نوبت به معاینه چشم رسید رفتم نزد پزشک مورد اعتماد سازمان مربوطه، منشی گفت 9500 تومان بده. دفترچه بیمه‌ام رو دادم، گفت با دفترچه بیمه نمیشه. گفتم چرا؟ گفت قانونه. عرض کردم ممکنه ماده قانونی رو نشونم بدین؟ گفت الان نداریم. هرچی سر صدا کردم که آقا من دارم ماهی 150 هزار تومان ماهیانه بابت سازمان تأمین اجتماعی میدم که از امکاناتش استفاده کنم، به گوش کسی نرفت. نهایتا مجبور شدم اون مبلغ رو پرداخت کردم. مسئول مربوطه فرمودند قانون نانوشته ای هست که دقیقا همه باید رعایت کنند و اون اینه که اگر چنانچه شما به این ادارات مراجعه بکنید مجبورید که از بیمه استفاده نکنید.
سر گردن است، نوشته ایشون، نوشته آقا سر گردن است هیچ، دولت نیست که، دولت نیست که. 60 مغازه رو در تهران پلم کردن، گفتن اینا امنیت اخلاقی ندارن. چرا؟ مثلا شلوار جین تنگ میفروختن، سینه بند میفروختن، حالا نه پشت ویترین اون تها. اینا اخلاق، اینا اسلام رو میندازه به خطر. من نمیدونم خانوم ها اینا سینه بند نمیبندن، پوشال میذارن، چیکار میکنن؟ خب اینا میخرن دیگه. بله، گفتگو میکنم با دکتر مصطفی دانش هم یعنان گرامی. دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای برگی. یکی به من گفت چرا به دکتر دانش شما میگی سلام در حالی که اول برنامه میگی درود؟ ما هم گفتیم حالا ما میگیم درود. همین الان اینا مشکل نیست، سلام و درود. و البته من خودم همیشه دارم میخوام بگم درود، ولی از این کالا یه دفعه من بگم درود و بگم سلام، اینا مشکل نیست. تو رو به خدا حرفای آخوندا رو نزنی، اینا مشکل نیست. مشکلا رو میبینی چیه که؟ دکتر دانش، روزنامه عربی نوشتن که امارات متحده عربی میتونه در عرض 3 هفته نیروی هوایی ایران رو تخریب کنه و نابود کنه. آخه آدم باور کنه دکتر دانش، اینا رو میخونه دیوانه. من یعنی اینا رو میخونم نمیدونم چیکار کنم، سرمو بزنم به دیوار، گریه کنم. آخه ببینید ما کارمون به کجا کشیده؟ امارات متحده عربی، من زمانی که تو بندرعباس خدمت میکردم دکتر دانش تو تلویزیون، این ایرانیای طرف دبی از من خواهش کردن سال 47 که آقای فرجی شبا شما خبر که میخونین، ما تو روی کوی گنو نزدیک بندرعباس یا آنتن داشتیم، شبا ما برنامه شما رو میبینیم، شما با کراوات میشینی شیک جلوی دورمین و خبر میخونین، در حالی که این خبرهایی که این تو امارات تو دبی، اون موقع امارات که هنوز درست نشد، اینا میخونن چپی اکل اینا، بعد مگس تو استودیو اینجوری اینجوری میکنن و اینا. تو رو خدا بیای، ما میخوام شما رو به اینا نشون بدم. من که نمیخواستم، ولی دعوت کردن یه دی رفتم با لنج اونجا. اون موقع هم اونجا شما میرفتین کلی ایرانی ها بودن استقبال میکردن، اصلا یه فقط دم چیز نگاه میکردن به پاسپورتتون یا یه کاغذ نشون میدادین که مثلا ایرانی هستین توی بندرعباس، خیلی احترام اون. من رفتم و خیلی لطف کردن ایرانی ها اونجا، باور کن اصلا منو خجلم کرد، ولی من رفتم خیال کردم وارد یه دونه دهکوره قم شدم، یک چیزی کثافت، یه جای کثیف خرابه، یه 3-4 تا ساختمون بود، یه بندر قرازم داشتن. حالا اینا جمع شدن چند تا شیخک که مجموع جمعیتشون 800 هزار نفر هم نیست، پایتختشون هم ابوظبیه، حالا رفتن 4 تا تیاره هم خریدن به قول خودشون، خلبان که ندارن که، اونا که همه شتر سوارن. من واقعا قصد توهین ندارم ولی آدم عصبی میشه. حالا میگن که ما نیروی هوایی، ببینید این مله ها و روزخانه ها چه کردن به حال ملت که حالا روزنامه‌های عرب مینوشتن. بله بفرمایید. متأسفانه کاملا درسته، موقعی که چنین تهدیداتی از طرف جمهوری اسلامی اینا میشن و تهدیدات به این ترتیب که ما تنگه هرمز خواهیم بست و جلوی 17 میلیون بشکه نفت خواهیم گرفت، میدونید که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس از عربستان سعودی گرفته تا قطر و ابوظبی و امارات و دیگران، همه اینها در واقع نفت خودشون رو از طریق تنگه هرمز صادر میکنن. موقعی که چنین تهدیدات عظیمی میشه که ما در ظرف 24 ساعت تمام راه‌ها رو میبندیم، خب اونا هم به این فکر میافتن که در واقع تمام پولهایی که در اختیار دارن، توجه بکنید فقط قطر سالانه بیش از 100 میلیارد دلار درآمدی نفت داره، قطر فقط 600 هزار جمعیت داره، 100 میلیارد دلار درآمدی نفتی داره. خب این پول میده سلاح‌های سنگین عظیم از آمریکا می‌خره و آمریکا هم هواپیماهای مدرن F-22 رو می‌فرسته اونجا، خلبان‌های خودش رو می‌فرسته اونجا و امارات ادعا می‌کنه که بیش از 180 F-16 و F-15 داره، بیش از 90
میراژ فرانسوی داره، بیش از 50 هواپیمای هاک داره و اینها ادعا میکنن که عده زیادی از خلبان ها اونا در همکنون در آمریکا در حال تعلیم هستن، 60 خلبان امارات در آمریکا در حال تعلیمه و چنین ادعا میکنن که ما میتونیم ایران رو در ظرف 3 هفته نابود بکنیم، هوای نیروی هوایی ایران رو نابود بکنیم و چنین ادعایی میکنن که ما هر شب میتونیم 150 تا 200 پرواز نظامی جنگنده به تهران و شهرهای دیگه بفرستیم و تخریب بکنیم. این ادعایی که اونها میکنن، خب موقعی که چنین ادعایی میکنن، چنین تهدیدایی از طرف جمهوری اسلامی و وضع جمهوری اسلامی بسیار خرابه، از اینجا که به درستی شما گفتین اقتصاد ایران نابود شده، تحریما داره در واقع کمر مردم میشکنه، مردم فقیر و بدبخت شدن، خب طبیعتاً قدرت‌های منطقه با پول عظیمی که دارن، فقط عربستان سعودی بیش از 600 میلیارد دلار با 20 میلیون درآمد داره. این موضوع که اشاره کردن دکتر دانش به این که اینا 100 میلیارد درآمد نفتی و گازشونیه، برای اینکه این امارات متحده عربی تشکیل میشه از دبی، از ام القوین، از ابوظبی، از شارجه، چندین شیخه که مجموعشون اینا هر کدومشون نفت دارن، گاز دارن، مجموع اینا 100 میلیارد دلار درآمد. بیشتره به مراتب بیشتره آقای فرجی. یعنی در واقع فقط عربستان سعودی به تنهایی 300 میلیارد درآمد. نه منظور امارات رو میگم. و امارات فقط قطر 100 میلیارد داره. یعنی شما اگه کویت و کشورهای مانند بحرین و ابوظبی اینا رو اضافه بکنین 150 میلیارد هم اضافه میشه. چیزی در حدود 500-600 میلیارد دلار درآمدی نفتی دارن، خب قادرن که در مدت 5 سال بیش از 125 میلیارد دلار از آمریکا سلاح بخرن. همین در ماه دسامبر بود که فقط امارات و ابوظبی یک قرارداد 27 میلیارد دلاری برای خرید اسلحه با آمریکا امضا کردن و 5000 موشک و بمب بونکر شکن به اونا داده شده و ادعا میکنن بیش از 350 هواپیمای مدرن دارن. خب از طرف دیگه باید بگیم با سیاست تخریبی ایران در واقع آمریکا هم متحد اوناست، کشورهای غرب و ناتو هم متحد اوناست و ادعا میکنن که ما در مدت 3 هفته ایران رو تخریب خواهیم کرد. چرا چنین ادعایی نکنن با این وضع بحرانی که در کشور ما وجود اومده؟ 75 میلیون با فقر زندگی میکنن، 75 میلیون که قدرت ندارن متاسفانه بتونن در مقابل این رژیم ایستادگی کنن، رژیم نابود کنن، که من معتقدم روزی بلند خواهد شد. ولی در واقع با وضعی که در ایران به وجود آمده و امکانات وسیعی که کشورهای عربی و حوزه خلیج وارد به دست آوردن میتونن چنین ادعایی بکنن. و جالبتر اینه که رئیس پلیس دبی آقای خلفان چند روز پیش چنین ادعا میکنه که ما بعد از اسرائیل بزرگترین نیروی هوایی و کوبنده ترین نیروی هوایی داریم و میگه که در جنگ های اسرائیل برای عرب همیشه نیروی هوایی بوده که تعیین کننده بوده و ما امروز تعیین کننده ایم در منطقه. یعنی در واقع اعلان جنگ علنا میدن و زمانی که خود ارتش آمریکا صحبت از این میکنه که میتونن ارتشیان یا ارتش آمریکا نام خلیج فارس عوض بکنه، خلیج عربی بکنه، خب چرا چنین اینا چنین ادعایی نکنن و نگه ما در مدت 3 هفته ایران نابود خواهیم کرد؟ بخشنامه کردن. حالا چندین مورد هست، مثلا اسرائیل، خانم اشکون میدونی رفته به اسرائیل ملاقات کرده با آقای نتانیاهو، در این ملاقات آقای بارک بوده، وزیر دفاع بوده، آقای مفاز معاون فعلی آقای نتانیاهو که دیروز شده معاونش بوده، بعد وزیر خارجه آقای لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل بوده، گویا در این جلسه خیلی محکم آقای نتانیاهو پیشنهادهای خود اسرائیل داده، یعنی به خانم اشتون، یعنی دستورالعمل داده بهش، یعنی خواسته که در ایران باید 3 شرط رو برآورده بکنه در واقع مذاکرات بغداد. یکی اینکه جلوی غنی کردن اورانیوم بگیره، قطع بکنه غنی کردن اورانیوم، و اورانیومی که تا به حال غنی شده اینا رو به خارج انتقال بده، به روسیه یا کشورهای دیگه، و سوم که در واقع پایگاه فردو رو تخریب بکنن، نه تنها تهدید کنن بلکه تخریب بشه. این خواست نتانیاهو برای تمام این چیزایی که غنی کردن بدن بیرون کاملا دو از خانم آشتونه. و جالب اینه که تا به حال آقای مفاز که قبلا رئیس ارتش بود و الان رئیس حزب کدیماست در واقع ائتلاف کرده، قبلا مخالف نتانیاهو بود به خصوص در رابطه با ایران، با آقای مفاز همیشه مطرح میکرد، میگفت من ننگ دارم بغل دست این بشینم، هم میگفت ننگ دارم، هم میگفت که در واقع اینی که مذاکره با فلسطین نمیشه این به مراتب برام خطرناکتر از مسئله ایرانه. این آقای مفاز میگفت امروز خوب ائتلاف کرده، در کنار آقای نتانیاهو قرار گرفته، نتانیاهو دیگه اپوزیسیونی نداره، در واقع اینو به خاطر ایران، یکی از دلایلی که این کار انجام میده به خاطر ایران که انتخابات
پیش از موعد انجام نشه، دستش باز باشه. و جالبتر از اینه که کنگره آمریکا در همین دیروز در واقع در بودجه نظامی خودش که 608 میلیارده، 1 میلیارد اختصاص داده برای موشکای یا سپر دفاعی اسرائیل، برای اون گنبد آهنین و دیگر تصمیماتی که اسرائیل برای دفاع از خودش گرفته. اینا در رابطه با ایران داره میکنه و میدونیم که آمریکا در این مدت 10 سال بیش از 30 میلیارد دلار اضافه داره به کمک نظامی به اسرائیل میکنه تا سابق. و خب طبیعتا آقای نتانیاهو چنین صحبتی کرده و در واقع دستور داده به خانم اشتون که شما باید در بغداد، در مذاکره بغداد اینها رو بخواین وگرنه ما حمله میکنیم. و آقای جو بایدن هم پیروز در صحبتاش در مقابل نشست خودش با خامهای آمریکا در آتلانتا مطرح میکنه که در واقع تأسیسات اتمی ایران یا سیاست اتمی ایران برخلاف و خطرناک برای منافع آمریکاست. این بار دیگه نمیگه فقط اسرائیل، میگه آمریکا. درسته، میگه اسرائیل کاملا درست میگه، ما کمک میکنیم، ما از موجودیت اسرائیل دفاع کردیم و هیچ رئیس جمهوری تا به حال به اندازه آقای اوباما از اسرائیل و از منافع اسرائیل و موقعیت فیزیک اسرائیل دفاع نکرده مانند آقای اوباما. اینو درست میگه، در واقع اوباما بزرگترین دفاع رو در رابطه با ایران از اسرائیل کرده و صحبت از این میکنه که در واقع ما اسرائیل رو تنها نمیذاریم و در کنار اسرائیل قرار گرفتیم و تقویت میکنیم اسرائیل. اینو صحبتش که آقای جو بایدن میکنه و بمب اتمی ایران رو خطری برای آمریکا میدونه. خب میدونی خیلی مسئله مهمی هستش دکتر دانش، که من الان فقط به شکل فهرستوار میگم. یکی مثلا بریتانیا، امروز انگلیس اعلام کرده که اجازه بدن غرب و آمریکا که این تحریم ها یه مقدار بخش از این تحریم ها به تعویق بیفته، از جمله مسئله بیمه کشتی ها. بعد مثلا القاعده میدونید که یه نفری گرفتن که معلوم بوده جاسوس دو طرف هست، از سازمان سیا بوده، قاطی این همین القاعده. اینا تصمیم گرفته بودن که یه لباسی تن این بکنن که این لباس حالت انفجاری داشت، روش هواپیما رو منفجر بکنه مناسبت سال روز کشته شدن بن لادن. این خبرها هست. بعد جریان انفجار در کاروان این چیز هست، سوریه هست که بله در زخمی کرده. اما همه اینا رو من دلم میخواد بیشتر راجع به این موضوع، راجع به انتخابات الجزایر صحبت بکنیم. خیلی مهمه. یادتونه که در زمان گذشته یه آزادی نسبی پیش اومد، قرار شد بعد از جریان آقای بن چی اسمش، اون آقای رئیس جمهورشون که فوت کرد، بن بلا، نه یادم میاد میگم آده. بعد از اون که فوت کرد به اصطلاح اومدن آزادی دادن و انتخابات کردن. مذهبی‌ها بردن. حالا وقتی که مذهبی‌ها بردن، اینا نباید این عکس العملشون اومدن و زدن و مذهبی‌ها رو به اصطلاح همه رو دستگیر کردن و زندان کردن و یه دشون هم کشتن. هیچی، مسئله اون خشونت‌های الجزایر پیش اومد که یادتونه که چه کشتارای کردن این اسلامی ها، سر میبریدن مردم بیگناه. حالا قرار دوباره انتخابات بشه، چی میبینید؟ چه انتخابات در الجزیره؟ باید به این مطلب اشاره بکنیم که الجزیره رو نمیتونیم مقایسه بکنیم با مصر یا لیبی یا حتی سوریه. در واقع اون اختلاف عظیم ملیتی وجود نداره و اختلاف فقط بربرای مذهبی هم وجود نداره. این یک مطلب بسیار مهمه و شما به درستی گفتین که در واقع در اردیبهشت امسال انتخابات پارلمانه و صحبت از این بود در سابقه یاد داشته باشیم بعد از جریان بومدین بعد از جریان مصر و سقوط مبارک که در واقع الجزیره نوبت الجزیره خواهد بود قبل از اینکه به سوریه برسیم، ولی الجزیره شدیداً مقاومت نشون داد. از همون روز اول موقعی که تظاهرکنندگان به خیابون آمدن، تعداد نیروهای امنیتی به مراتب بیشتر از تظاهرکنندگان بود و در واقع جلوی تظاهرات گرفت. ولی در الجزیره یک فرق اساسی هم با کشورهای دیگه وجود داره. به نظر من باید به این مطلب اشاره بکنیم. در زد و خوردهای سالهای 1980، 1990، 91 بعد از انتخابات که در واقع اسلامگرایان و جبهه نجات، حزب اسلامی جبهه نجات به رهبری عباس مدنی در انتخابات پیروز شده بودند و ارتش در واقع ارتش الجزیره جلوی این انتخابات گرفت و کودتا کرد، جنگ عظیم داخلی در گرفت. بیش از 200 هزار نفر در این کشور کشته شدند و این یک تجربه عظیم برای خود مردم الجزیره شده که اگه دوباره یک چنین اتفاقی بیفته میتونه تعداد زیادی و توده زیادی از مردم کشته بشه. یک تجربه است که به نظر من بعد این بوتفلیقه، میدونید که این بوتفلیقه جزء کسانی بود که با بن بلا بود و
خدمت شما عرض کنم با بومدین اینا بود، بعد این اومد و یه دیکتاتوری هم این را انداخته الان. ولی یک اختلاف دیگر هم وجود داره. ببینید در کشورهای مثل مصر، لیبی، حتی سوریه ما و تونس، ما حکومت موروثی داشتیم در واقع، رؤسای جمهوری برای 25 سال 30 سال در مصر، 30 سال آقای قذافی، 30 و چند سال اینها رئیس جمهور بودن یا حاکم بودن. ما در الجزیره بعد از جنگ داخلی سالهای 1980 1990 در واقع دوباره یک محیط تا اندازه به طور نسبی باز شد. عده زیادی از اسلامیون معتدل، احزاب اسلامی معتدل وارد دولت شدن. درست. که تا این اواخر هم بودن. بله. و جالبتر از این که در واقع رؤسای جمهوری بعد از سالهای 1990 به بعد کسانی بودن که انتخاب شدن. حالا این انتخابات فرمایشی بود یا فرمایشی نبود، برای مدت 4 سال 5 سال انتخاب شدن و اکنون طولانی ترین دوره رئیس جمهوری است، ولی اینا انتخاب شدن، یعنی حکومت موروثی به وجود نیومد. و مهمتر از همه اینه که پول عظیمی که در این سالهای اخیر از طریق فروش نفت به دست رهبران الجزیره آمده، با تجربه‌ای که در رابطه با مصر، لیبی و بعداً سوریه و تونس پیدا کردن، بخش عظیم از این پولا رو برای خدمات مردمی استفاده کردن. بله. تا به اندازه بتونن مردم آروم بکنن، با اینکه بیکاری در بین جوانان بسیار زیاده، نارضایتی زیاده، ولی تونستن پولای عظیمی رو در واقع خرج بکنن و جلوی تظاهرات عظیم مردمی رو بگیرن. ولی بزرگترین مسئله‌ای که مطرح است یک بار دیگه باید بهش اشاره کرد اینه که بعد از سالهای 90 به خصوص از اوایل سال 2000 نیروهای معتدل اسلامی وارد دولت شدن و اینها در واقع نقش داشتن در قوانینی که بعدا توسط دولت الجزیره تو این زرنگی بوتفلیقه است. این زرنگی رهبران الجزیره بود و تونستن تا به حال جلوی به اصطلاح بهار آزادی رو بگیرن. و خب تجربه مصر و لیبی هم برای اونا بسیار عظیمه. در مصر اخوان مسلمی قدرت داشتن، در لیبی رزمندگان اسلامی لیبی در واقع بخشی از القاعده قدرت در دست داده. و اینه که مردم الجزیره به این فکر افتادن که اگه بخواد شرایط لیبی و مصر و سوریه بشه، جنگ داخلی پیش بیاد و تعداد زیادی صدها هزار نفر کشته بشن، پس بهتره که چنین اتفاقی در الجزیره نیفته. و یک مطلب مهم دیگه اینه که غرب هم پافشاری نمی‌کنه. غرب به خاطر القاعده در شمال آفریقا خواهان ثبات الجزیره است و اون پافشاری که در سوریه میشه برای تغییر رژیم، در الجزیره هیچ موقع غرب چنین کاری نکرده، به خصوص فرانسه. حالا دکتر دانشمند معتقدن در شمال آفریقا بجز قذافی که حکومت پلیسی شدید داشت، مثلا مراکش با وجودی که سلطنتی، نمیدونم الجزایر یا فرض کنید مثلا تونس، حتی تونس بن علی دیکتاتوری اونطوری نداشت که همه رو سرکوب کنه، یه مقدار آزادی‌های بیشتری بود تو این چند تا کشور. بله. تو این سه تا در نتیجه مثلا هم الجزایر که بعد از اینکه بوتفلیقه اومد و هم در مراکش بعد از اینکه این سلطان حسن محمد بله محمد پسر حسن اومد، اینا باز یه خود نسبتاً اون چیزای فرانسوی خودشون رو حفظ کردن، یعنی اون دموکراسی نیم بندو نه که البته زیاد، ولی بهتر از کاملا درست. ببینید اینا در واقع در حواشی مدیترانن. بله. با کشورهای اروپایی نزدیک خب قذافی هم بود، ولی خب قذافی کمتر، قذافی از ابتدا در واقع در انزوای کامل. بله. قذافی به خاطر دیوانگی هایی که میکرد در سطح جهانی و کمک به تروریست در واقع در انزوا بود. بعدم اون میدونید که تحت تسلط فرانسه نبود اون کاملا موقعی... ولی اینها در واقع در حاشیه مدیترانه، میدونید که کنفرانس مشترکی است بین کشورهای اروپا و کشورهای حاشیه مدیترانه مثل تونس، مراکش و دیگران و در واقع این تحت تاثیر فرهنگ غربی هم میشه بودن و تدها هزار نفر و شاید میلیون ها افراد از تونس و مراکش در کشورهای فرانسه و کشورهای دیگر در واقع زندگی کردن، فرهنگ این کشورها وارد کردن و این تغییر اساسی است بین این کشورها و قذافی و دیگر مناطق عربی. حالا یه هیئت هم از من الان این موضوع رو رد میکنم، یه هیئت الان میدونید که از مصر رفته ایران و بعد این آقای رئیس روزخان ها گفته که ما خواهان روابط خیلی گسترده با مصر هستیم و دارن از این حرفا میزنن، ولی من به این رد میشم، برای شاید هم بعدا برسیم بشه. مسئله طارق الهاشمیه که معاون رئیس جمهوری عراق، که خاطرتون هست که این آقای نخست وزیر عراق المالکی ایشون گفتش که بله این می‌خواسته توطئه کنه و یه در به قطر رسونده و فلان، و بعد گفتن رفته قطر و در اونجا. امروز آقای اردوغان اعلام کرده ایشون در ترکیه است و مورد پشتیبانی ماست و ما حفظش می‌کنیم.
ایشون در استانبوله، گفته میشه مریضه، در بیمارستان مورد معالجه قرار گرفته. به درستی اردوغان امروز گفته که ما تحویلش نمیدیم، برای که الملکی از اینترپول پلیس جهانی تقاضا کرده که در واقع که از 190 کشور این هم حرف شماست دیگه، عضو اینترپول خواسته شده که هر جایی که آقای الهاشمی رو ببینن دستگیر بکنن و اون تحویل دولت الملکی بدن و اینو آقای اردوغان نپذیرفته که چنین کاری ما نمی‌کنیم. ولی این همون بازی در واقع سیاسی منطقه است، همونی که شما گفتید، سازی که به وجود آمده. آقای الهاشمی داره در این جریان، چون سنیه در این وسط قربانی هم میشه در زم به وسط قرار افته. این بازی سیایی از یه طرف عربستان سعودی و قطر و ترکیه، از طرف دیگه ایران و سوریه و عراق که به سوریه بسیار کمک میکنه در کنار ایران، و این در واقع این بازی سیاسی است که امروز وجود داره. و جالبتر از همه اینه که امروز یکی از دادگاه‌های عراق یکی از افراد بسیار خطرناک حزب الله لبنان که در سال 2007 در کشتار 5 سرباز آمریکایی نقش بازی کرده امروز آزاد کرده. آقای به نام دغدغه چی نه کی آزاد کرده؟ دادگاه، یک دادگاهی در عراق. آه. ببینید این آقای عضو حزب الله که دغدغه اسمشه، اینو در واقع در سال 2007 آمریکایی‌ها دستگیر کردن، عامل سپاه قدس ایران دونستن. در کربلا این در واقع حمله ای رو سازماندهی کرد برای ارتش آمریکا. در اون حمله 5 ارتشی آمریکا کشته میشن و اونو دستگیر میکنن، و موقعی که آمریکایی‌ها از عراق خارج شدن در آخر سال گذشته، اینا تحویل دولت عراق دادن، با اینکه میدونستن که نفوذ در واقع سپاه قدس شدیده و خطر این وجود داره که اینو آزاد بکنن. و امروز این اتفاق افتاده، دادگاهی در عراق این شخص آزاد کرده. این نشون دهنده اینه که در واقع این جبهه وجود داره، جبهه ایران و سوریه و عراق از یک طرف، و جبهه عربستان و سعودی و قطر و ترکیه از طرف دیگه، سنی ها بر علیه شیعه، شیعه ها بر علیه سنی ها. خیلی خنده داره این کارا. اینو دوست دانش. یه مسئله دیگه که من خواستم بگم اینه که رئیس جمهور سودان، رئیس جمهور لبنان امروز گفته که من دارم اخطار میکنم که بسیار از سلاحایی که الان میره به سوریه و مورد به اصطلاح استفاده مخالفین بشار قرار میگیره، از لبنان و بعضی کشورها داره صادر میشه، به قاچاق میشه به اصطلاح سوریه. تا به حال بجز حزب الله که در این مورد پوزیسیون داشت، دولت لبنان نداشت، ولی اخیراً مثل که داره وزنه به نفع بشار اسد بر به اصطلاح رئیس جمهور و نخست وزیر و اینام سرعت می‌کنه، هرچند که آقای میقاتی اواسط اتفاقاتی داره میفته که بسیار مهمه. اولا در ماه‌های گذشته روزانه 150 نفر در سوریه کشته می‌شدن، امروز تعداد به 15 رسیده، یعنی در واقع کاهش عظیم به وجود آمده. دوم سخنرانی کوفی انان مطرح دیروز مطرح کرده که تنها طرحی که میتونه سوریه را از جنگ داخلی نجات بده طرح کوفی انانه، و مهمتر از همه اینه که جنرال روبرت مدو که در واقع جنرال رئیس ناظران سازمان ملل متحده میگه که دولت سوریه با ما همکاری میکنه و همکاری بدی هم نیست، اینو اون مطرح میکنه. و جالبتر از همه اینه که در واقع اینها یک طرحی وجود داره، و شما متوجه شدین در این روز آخر اصلا صحبت دیگه از تغییر رژیم در سوریه مطرح نمیشه، آمریکا هم دیگه مطرح نمیشه، جنایت بشار اسد هم نیست، جنایت بشار اسد دیگه مطرح نمیشه. برای که کوفی انان اشاره میکنه که داره سلاحهای زیادی از کشورهای مثل لبنان و عراق وارد میشه، بخصوص لبنان، سلاح ثقیله تا توپخانه تا دنبال استینگر، موشک استینگرن که برای سوریه خریداری بکنن. و خب چند روز پیش یک کشتی بزرگی که از مصراته یعنی از لیبی حرکت میکرده به سوی طرابلس در لبنان، 3 کنتینر عظیم در واقع مواد منفجره و سلاح جنگی در اختیار داشته، یعنی رزمندگان اسلامی لیبی اینها رو برای سوریه، برای شورشیان سوریه میفرستادن که در لبنان این کشتی در واقع توقف میشه و این اسلحه ها به دست دولت لبنان میفته. و سلیمان که یک شخص مسیحی است، یعنی باید این مطلب اشاره بکنه، میشل سلیمان شخص مسیحی است و این رئیس جمهور لبنان، و اون اعلام میکنه که در واقع دادن سلاح به سوریه جنایته و باید جلوی دادن سلاح به سوریه گرفته بشه. خیلی ممنونم دکتر دانش، ما متاسفانه فرصت نداریم، من میخواستم روشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. همین الان گرامی سپاسگزارم که به برنامه درست این دوربین من بعد سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. سپاسگزاری میکنم از امیر جوان به قول استاد مشیری که این برنامه رو بسیار هنرمندانه کارگردانی کرد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.